سال جاری پایتخت انگلستان شاهد بزرگ داشته روز جهانی امام حسین علیه السلام در دهم محرم بود که به منظور گرامی داشته یاد و خاطره واقعی عظیم آشورا صورت پذیرفت در این راهپیمایی علاوه بر تعظیم شعار آشورا راهپیمایان با قرار دادن قرآن کریم بر روی سر نسبت به حدک حرمت به این کتاب مقدس آسمانی اعتراض خود را ابراز و از مقام های بین المللی خواستند که قوانینی را وضع کنند که حدک حرمت قرآن جرمنگاری شود این راهپیمایی ساعت 12 ظهر از منطقه ماربولرچ آغاز و همه شرکت کنندگان در راهپیمایی قرآن کریم را در طول راهپیمایی بر سر خود قرار داده و با این حرکت نمادین پیام خیش را به دنیا در نکوهش و تقبیه این گونه اقدام های به منظور توقف هر گونه رفتارهای تجاوزگرانه به این کتاب آسمانی مسلمانان رساندند این راهپیمایی شاهد حضور اخشان مختلف مردم مسلمان و شیعه از سرتاسر سر دنیا شامل طیف های گوناگون و فرهنگ های مختلف بود در سال جاری طول پرچمی که برای گرامی داشت یاد خاطره ما حسین علیه السلام و یاران با در این مراسم برافراشته شد به 120 متر میرسد همچنین آستان مقدس حرم متحر امام حسین علیه السلام بیست هزار تصویر قرآن کریم را به منظور حمل در راهپیمایی یاد شده در لندن پایتخت بریتانیا اهدا نموده بود لازم به ذکر است که روز پنجشنبه گذشته هیئت حسینی در لندن پایتخت انگلیس خواستار اعلام روز دهم ده محرم به عنوان یک مناسبت ملی شد و آن را روز جهانی امام حسین علیه السلام در انگلستان و همه کشورهای جهان نامید این هیئت در بیانیه‌ای که به خبرگزاری اخبار شیعه نسخه از آن را دریافت کرد طی فلاخانی از همه مسلمانان در بریتانیا و کشورهای جهان و تمامی مراکز نهادها و مدارس اسلامی برای شرکت در راه های روز آشورا که روز جهانی امام حسین علیه السلام نامیده شده دعوت به عمل آورده بود